خداوند دوستانی داره، حد و مرزم برای دوستی خدا وجود نداره مگر یه سری برنامه های خوب، کارهای خوب. پس در بازه خداوند در قرآن می فرماین این اکرمکم این الله اتقاکم، بهترین شما، محبوبترین شما نزد الله با تقواترین شماست. این آیه امید برای همه، همه میتونن دوست خدا باشن. اگه میگفت ان اکرمکم عند الله اقواکم، خوب دقت بکنید تو تعبیر خداوند، الله برای همه است، مال همه است. کسی نمیتونه بگه الله مال من، مال تو نیست. زمانی مال من و تو نیست که من و تو نخواهیم. خودش اعلام کرده الله ولی الذین آمنوا. یکی از چیزها و برنامه هایی که انسان و ولی خدا میکنه ایمان است. اوصاف مؤمنین هم من دیروز آیه 112 سوره توبه برای شما تلاوت کردم. 9 تا صفته: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. هر کسی این 9 تا صفت داره مؤمنه. خداوند به پیامبرش میگه چه؟ بهش بشارت ایمان بده. وقتی مؤمن شدید الله ولی الذین آمنوا. چقدر زیباست که من و تو نائل بشیم، محظوظ بشیم، این شرف نصیب ما بشه که الله ما و شما رو به عنوان دوستان خودش انتخاب بکنه. خداوند درباره پیامبرش اینطوری فرموده: و رفعنا لك ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. نام پیامبر به چی بلند شده؟ به نیکی و خوبی، وگرنه خو نام قارون و فرعون هم بلنده. همچی نام بلندی میخوای شما؟ خداوند میگه و رفعنا لك ذکرک، نام تو رو به نیکی بلند کردیم. ما اون نام نمیخوام که مثل فرعون به عنوان یک ظالم و یک مفسد فی الارض نام ما بلند بشه. نام ظالمین هم بلنده، نام مفسدین هم بلنده، نام مجرمین هم بلنده، نام هنرپیشه ها و خواننده های مبتذل هم بلنده. ولی نام اینها مثل نام بلاله؟ مثل نام ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و سلمان فارسی و خالد و امثال همه؟ مثل نام امام بخاری است؟ امام مسلمه؟ مثل نام امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمده؟ الله ولی الذین آمنوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگفته ان اکرمکم، محبوب ترین شما نزد خداوند قوی ترین شماست. اگه اینطوری بود که اونایی که لاغر بودن، ضعیف بودن، خداوند نگفته این اکرمکم عند الله اجملکم، زیباترین شما. هر کسی صورت زیبا، اندام زیبایی داره، و اونا که سبزه هستن صورتشون، اندامشون زیبا نیست، هیچ امیدی نداشته باشن که دوست خدا میتونن بشن. اگر میگفت بهترین شما نزد خداوند اغناکم، این اکرمکم عند الله اغناکم، اونهایی که از مال و منال دنیا چیزی نداشتن و دلشون مالا مال از ایمانه. تعبیر قرآن چقدر ظریف که در باز کرده برای همه. پس تاجر میتونه اتقاکم باشه، قوی میتونه اتقاکم باشه، غنی میتونه اتقاکم باشه، زیبارو میتونه اتقاکم باشه، فقیر میتونه اتقاکم باشه، سبزه میتونه اتقاکم باشه، سیاه‌پوست میتونه اتقاکم باشه، عجم میتونه اتقاکم باشه، عربم میتونه اتقاکم باشه.
حاکم میتونه ادقاکم باشه، محکوم هم میتونه ادقاکم باشه، هم پادشاه و هم رعیت همه میتونن ادقاکم باشه. کاری به این که فلانی میلیاردره یا فلانی حاکمه یا فلانی قمیص یا فلانی زیباست یا فلانی مشهوره یا فلانی فلانه نداره. یه وقتی سیاه پوستی میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای خشخش نعلینش تو بهش میشه و پیش خودش میشنوه، بلال. و این شرف نصیبش میشه که اولین مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولین مؤذن اسلام بشه، که وقتی مسجد النبی به قامت رسید عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود، حیدر بود، همه بزرگان بودن. پیامبر اشاره کرد به این سیاه‌پوست، به بلال که برده بود، غلام بود، ابوبکر رضی الله عنه او رو خرید و آزادش کرد. گفت شما برید اولین اذان رو در اسلام بالا بگید، در اولین مسجد، در دومین مسجد در اسلام، مسجد النبی بعد از مسجد قبا، مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. بلال گفت من، که تعجب کرد، گفت من یا رسول الله؟ گفت بله خودت. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو تا مؤذن داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند مؤذنین در دشت محشر در قیامت گردنشون یک گز بلندتره. اونایی که در دنیا اذان گفتن برای مردم تو مساجد گردنشون یک گز بلندتره، چون ندای ملکوتی توحید رو بلند میکردن. و عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر من مشغول به خلافت و امارت نبودم میرفتم مؤذنی رو انتخاب میکردم. پیامبر دو تا مؤذن داشت، یکی بلال بود که سیاه بود، برده بود، غلام بود، فقیر بود، و یه مؤذن دیگه هم داشت که نابینا بود، عبدالله ابن ام مکتوم، کسی که خداوند در رابطه با این نابینا سرزنشش کرد، عبس و تولا ان جاءه الاعمى. دروازه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چرا همیشه عادت کردیم از خوبی گذشتگانمون صحبت بکنیم؟ خیلی چیز خوبیه. ابوبکر اینطوری بود، این کار میکرد، عمر این کار میکرد، عثمان این کار میکرد، خدوم بودن، خیر بودن، کارهای بزرگ انجام میدادن، مسئولیت پذیر بودن، دلسوز و مهربان بودن برای انسانها و امت. نوبت خودمون که میرسه در جا میزنیم. این خیلی اخلاق بدیه که ما همیشه اکتفا بکنیم تو زندگیمون به ذکر خوبی های گذشتگانمون که به رحمت خدا رفتم. من و تو چی کاره هستی؟ من آنم که رستم پهلوان بود؟ خب رستم پهلوانه به من چی؟ من چه هنری دارم؟ من بابام فلانی بوده، تو خودت چی کاره هستی؟ بابا شاید یکی از بزرگان منطقه بوده، اگه تو معتاد باشی چه هستی؟ چه سودیه؟ من آنم که رستم پهلوان بود، من آنم رستم پهلوان بود. حکیم عرب میگه لیس الفتا من قال کان ابی، ان الفتا من قالها انا ذا. جوانمرد کسی نیست که بگه بابام فلان کاره بود، جوانمرد این که بگه من اینم. تو چی هستی؟ هنر خودت چیه؟ تعریف بابات بکنی، تو کی میخوای تعریف بابات بکنی؟ تو کی میخوای تعریف ابوبکر رو؟ کل دنیا دارن تعریفشون میکنن. خداوند درباره اولیای واقعیش چه گفته؟ من آذا لی ولیم، حدیث قدسیه، من آذا لی ولیم فقط آذنته بالحرم. کسی که اذیت دوست من بکنه، ولی من بکنه، اعلام جنگ کرده با من. سبحان الله. وقتی به این درجه نائل میشید، به درجه ولایت خدا و دوستی خدا نائل میشید، خدا اعلام میکنه هر کسی اذیت و آزاری به دوست من برسونه، نگاه بدی بهش بکنه، اعلام جنگ با من کرده، طرفت اللهه.
بریم پنجم یا ادامه بدیم تا غروب؟ پنجم، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. پنجمین ویژگیه یا علامت محبت خدا امر به معروف و نهی از منکره. امر معروف یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی این که من و تو در قبال جامعه و نسل آینده و کسانی که با ما تو یک زمان، تو یک مکان، تو یک جامعه دارن زندگی میکنن احساس مسئولیت بکنن. این بهش میگن امر معروف و نهی از منکر. خوبی و رشد جامعه برامون مهم باشه و تلاش بکنیم و وقت بذاریم و هزینه بکنیم برای رشد جامعه، و بدی جامعه هم برای ما مهم باشه، وقت بذاریم هزینه بکنیم که بدی رو از جامعه دور بکنیم. حالا میخوای تعریف آدم خوب بشنوید؟ بعضی میخوان تعریف انسان مسلمان خوب. حالا این تعریف نگاه بکن با تعریف خدا نگاه بکن. میگن آدم خوب تو جامعه کسیست که نمازش میکنه، روزش میگیره، تلاوت قرآنش میکنه، ذکرش هم میکنه. تا اینجا خوبه، نمازش میکنه، روزش میگیره، تلاوت قرآن میکنه، ذکر میکنه. مورچه زیر پاش له نمیشه، تا اینجا هم خوبه، اما کاری به خیر و شر جامعه نداره، کاری به خیر و شر جامعه نداره، سرش تو لاک خودشه. آدم مظلوم، مؤمن، خجول، شرمون، همیشه داره ورد میکنه، ذکر میکنه. اصلا یه چیز بگم، شاید اولین بار باشه برای شما که بشنوید. علمای بزرگ میگن مسلمان و مؤمنی که هیچ هنری و هیچ کاری برای پیشرفت یک جامعه اسلامی نداره، هیچ مسئولیتی نداره و هیچ همکاری نداره، دیگه دستش از همه جا بنده و کوتاهه، میاد تو مسجد فقط نماز میخونه، یه تسبیح هم دستشه، هزار تا دونه داره، فقط چیه داره؟ عمر رضی الله عنه اگر در غیر وقت نماز کسی تو مسجد بود، نشسته بود، تسبیح دستش بود یا تلاوت میکرد، شلاق رو کمرش میزد. نماز تمام شده، برو کار کن، برو تلاش کن، برو کشاورزی کن، برو دنبال صنعت، برو دنبال تولیدات، برو کارخانه بزن، برو شرکت بزن. در غیر وقت نماز اگر، یا حلقه تعلیمی بودی یک ساعتی، اگر میدید کسی تو مسجد نشسته چه ذکر میکنه یا تلاوت میکنه، شلاق رو کمرش میزن. و جعلنا النهار معاشا، خداوند میگه ما روز را برای معاش و تلاش و امرار معاش و رزق و روزی و توسعه و ترقی قرار دادیم. و جعلنا نومکم سباتا، شب برای راحتی و آرامش. یعنی بعضی افراد میبینیم 24 ساعت تو مسجدن، تسبیحاشون هزار دونه، که ما داریم ذکر میکنیم، داریم تلاوت میکنیم. تو نه چیزی از ذکر فهمیدی، نه چیزی از تلاوت فهمیدی. یک کارخانه رو تأسیس کردن بزرگترین ذکره که 100 نفر دستشون به کار داد، که دستشون پیش ظالمین دراز نباشه، که فاسدین و مفسدین نتونن اونها با ضعف مالیشون اونها رو چه اسیر خودشون بکنن. پس اکتفا کردن به نماز خالی در وقت نماز و غیر وقت نماز و تلاوت خالی، این کار انسان‌های مسلمان عاجز و تنبل و فقیره که کار دیگه ازشون بر نمیاد. پنج وقت نمازت بخون، ولی یه کارخونه رو مدیریت بکن. جنوب شرق آسیا 300 میلیون با اخلاق تجار، پیلورای مسلمان مسلمان شدن. اگر مال عثمان نبود، مال عبدالرحمن نبود، مال ابوبکر نبود،
و مال خدیجه نبود دعوت به ما نمیرسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ مالی در صدر اسلام در ابتدای دعوت من مفیدتر و بهتر از مال خدیجه نبوده. اون اندازه که مال خدیجه به درد دعوت خورده، هیچ مالی به درد دعوت نخورده. وقتی خدیجه مسلمان شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، از امروز به بعد هر چه خدیجه مال داره مال دعوته، در اختیار توست. دین رو درست بفهمیم. امر به معروف و نهی از منکر. بله، ما هم کار به خوبی جامعه داریم، خیر جامعه، هم کار به شر جامعه. هر دوتا برای ما مهمه. هر چی خوبی است، معروفه، چیزهای ارزشمنده، هم خودمون انجام بدیم، هم جامعه رو تشویق بکنیم تا آمار خوبی ها و خوبان در جامعه افزایش پیدا بکنه. و اگر یکی کار خوبی انجام داد، تشویقش بکنیم تا هم خودش برای بار دوم حاضر بشه یک کار دیگه انجام بده و هم 10 نفری دیگه با خودش تشویق بکنه، انگیزه ایجاد بکنه. و اگر کسی کار بدی در جامعه انجام داد، جلوش بگیریم، خودمون انجام ندیم. اگر کسی نیتی بدی به جامعه ما داشت که ما هم منسوب به اون جامعه هستیم، جلوش بگیریم. همه ما فکر بکنیم تو این جامعه سوار یک کشتی هستی، یه نفر آمد کشتی رو سوراخ بکنه، میگه نه من الان نشستم، من کاری ندارم. خب تو اگه سکوت کردی، کشتی رو سوراخ میکنه. پس امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیری. به تعبیری یعنی خداوند بندگان بی مسئولیت رو دوست نداره. هر کسی حاضر نیست مسئولیتی تو جامعه به عهده بگیره، خداوند دوستش نداره. چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارکان محبت و دوستی با خداست.